نحوه عمل کرد و سه شنبه نظارتی مجلس با گزارش وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره پیشرفت راه اندازی سامانه اطلاعات ایرانیان در رابطه با محرومیت زدایی آغاز شد. اطلاعات ساختاری 85 میلیون ایرانی در حوزه‌های بانکی، خودرویی، مالیاتی و درآمدی و بیمه پایه در سامانه اطلاعات ایرانیان وجود دارد تا با کمک این سامانه اهدافی مثل توسعه عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و اخذ مالیات از گروه‌های پردرآمد به سرانجام برسد. با بهره برداری از این سامانه امروز ما قادر هستیم که تعداد جمعیت شاغل، تعداد جمعیت بازنشسته، تعداد زنان سرپرست خانوار، تعداد جمعیت فعال کشور را در سطح کشور، در سطح استان، در سطح شهرستان و در سطح بخش شناسایی کنیم. برخی از نمایندگان هم با اشاره به آثار مثبت راه اندازی این سامانه تاکید داشتند. جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر نتیجه‌اش توزیع عادلانه اعتبارات به خصوص در مناطق محروم خواهد بود. پایگاه اطلاعات برمندی ایرانیان بایستی به طریقی باشه که بتونه کمک کنه برای تدوین ترکیبی توزیع اعتبارات. آقای وزیر یک بار دیگر برای پاسخ به سوالات و ابهامات پشت تریبون مجلس رفت و اشاره‌ای به دستاوردهای سامانه رفاه ایرانیان داشت. سه طرح بزرگ، طرح یسنا، طرح کالابرگ الکترونیکی، طرح کودکان دارای سوء تغذیه را ما اجرا کردیم. اکنون که ما در خدمت شما هستیم، ماهانه بالغ بر 1 میلیون کودک در دهک‌های پایین درآمدی در سراسر کشور از این مزیت برخوردار هستند و ماهیانه بین 600 هزار تومان تا 1 میلیون تومان دریافت می‌کنند. رئیس مجلس هم در جنبندی این موضوع با اشاره به اشکالاتی در روند کار این سامانه گفت سازوکار مناسبی در حوزه وحدت رویه، برخط کردن دستگاه‌ها و راستی‌آزمایی اطلاعات باید انجام شود. اگر این داده ها بین دستگاه ها تبادل نشه، دو طرف نباشه، همه این زحماتی که میکشیم، پول های زیادی که گذاشته میشه، اصابت به گروه های هدف و برنامه ریزی ما واقعا اتفاق نمیفته. جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور برخی از وزرا از ساعت 14 امروز آغاز شده. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.